تاریخ 11 نوامبر 2022 با قهرمانان کارمندان تکتیم اوسوز آغاز میشه. رومن رینز و سولو پال هیمن از بک استیج نظارگر اولی مسابقه شو هستن. حریفان اوسوز نیو دی وارد میشن و زنگ مسابقه سر کارمندان اندسپیوتد دبلیو دبلیو تکتیم به صدا در میاد. این چهار کشتیگیر توی حدودی 24 دقیقه صحنه جنگ به یادموندنی رو ترسیم کردن. مسابقه رو کلاسیک و آروم شروع میکنن و کم کم مثل ضربان قلب هیجان رو تزریق میکنن و تقریبا تمام حرکات اصلیشون رو اجرا میکنن، مثل SOS، دابل سوپر کیک، فراگ اسپلش، میدنایت آور و واندی. تقریبا اواسط مسابقه تماشاچیان نام سمیزین رو فریاد میزنن که جی گوشاشو میگیره. دقیق معلوم نیستش که چرا سمی در کنار بلادلاین حاضر نیست، اما به نظر میرسه که مرخصی گرفته باشه. و به هر حال اواخر مسابقه اوسوز میان تا کارو وودز رو یکسره کنن که کوفی اجازه نمیده و جی رو به پلکان فلزی میکونه. وودز موفق میشه با کمک از سنابهای رینگ جیمی رو از خودش دور کنه و خارج از رینگ به جی میدنایت آور میزنن و سری وودز میاد توی رینگ و یه دیتی و بعد یه میدنایت آور دیگه به جیمی میزنن و کاور. یک دو جی کاور رو به هم میزنه. بعد یه زد خورد جی با یه سوپر کیک خارج از رینگ وودز رو شوت میکنه تو جایگاه تایم کیپر و کوفی میره روی تاپ روپ تا حرکتی بزنه، اما اوسوز جلوشو میگیرن و آماده دابل سوپر پلکس، اما کوفی اجازه نمیده و میپره روشون که توی هوا بهش واندی فرو میشه و کاور تموم. اوسوز آخرین مانه برای رکورد زدنشون 483 روز رو از بین میبرن و برندگان و همچنان قهرمانان تکتیم معرفی میشن. بار دیگه به لادلاین رو نشون میدن که رومن رینز توی بکستیج از این اتفاق زیرپوستی خوشحاله. اعلام میشه که این 8 کشتیگیر سر یک کاپ مسابقه خواهند داد و برنده علاوه بر کاپ شانس این رو به دست میاره که سر کارمند اینترکانتیننتال با گونتر مسابقه داشته باشه. جالب شد سمی زین توی این ورلد کاپ حاضره. توی بکستیج بلادلاین رو نشون میدن که رومن سرد با این پیروزی برخورد میکنه و یه مقداری پشمایی همه میریزه، اما با روی خوش استقبال میکنه و یه سکته لاپایی با دوز پایین بهشون میزنه و میگه حالا نوبت منه که یه چیزایی رو هندل کنم، اما باز کنارم باشید و نیازتون دارم، پس اگه قراره این کارو بکنی بهتره که از راه درستش انجام بدیم. همو بغل میکنن و همین. اولین مسابقه ورلد کاپ شروع میشه. ناکامورا در مقابل سانتوس اسکوبار، ژاپن در مقابل مکزیک. توی این مسابقه خوب و سرگرم کننده زمانی که ناکامورا آماده میشه تا ضربه نهاییشو به اسکوبار بزنه، اعضای تیم همگی با پارت کردن حواس ناکامورا و داور مسابقه مانع کار ناکامورا میشن و بعد یه درگیری خارج از رینگ ناکامورا از تنابهای رینگ بالا میره تا حرکتی رو انجام بده که اسکوبار یه کیک میزنه پس کله ناکامورا و فانتوم درایور میزنه و برنده مسابقه میشه. ژاپن حذف شد و باید دید که حریف بعدی اسکوبار چه کسی خواهد بود. لیو ورگان وارد میشه و میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات با الی نایت صحبت میشه که تا دو کلوم اومد حرف بزنه. پشت سرش توی مانیتور لوگوی بری وایت نشون داده میشه و از این قرمی زد که چرا توی ورلد کاپ یا مسابقات جام جهانی نیست، که توجه خودش هم به مانیتور جلب میشه و سرشو میچرخونه و میگه جمع کنید این آشغالو از اینجا، که سر و کله بری وایت پیدا میشه و میگه ما با هم ملاقاتی نداشتیم، اسم من بریه، پس میتونیم رفیق باشیم درسته؟ میتونم خشم رو درونت حس کنم مثل خود منی، میدونی کل زندگی مردم به هم میگفتن خشمم ازم هیولا میسازه. نکته اینجاست که خیلی وقت تظاهر میکنم به کارام افتخار نمیکنم، میدونم چه چیزی برای جلب احترام لازمه. حالا ازت میپرسم که چقدر میخوای جلو بری؟ که لینات میگه این که من چقدر میخوام جلو برم به تو ربطی نداره، اما تو بهتره برگردی همون اتاق خواب تو با عروسکات بازی کنی. مخلص کلوم این بازیه کیه؟ بازیه LA نایت که گلیچه پخش میشه و بری یه کله به لینات میزن. پس اینطوری بری وایت وارد درگیری شد. اولین تارگتش الی نایت. سونیا، لیسی، زایالی در این که حاضرند و شاتسی وارد میشه. بعد راکل رودریگز با نیش باز.
زنگ مسابقه سیکس پک چالنج به صدا در میاد و برنده این مسابقه سر کمربند در سروایور سریز با راندا راوزی مسابقه خواهد داد. همون اوایل مچ لیسی وومنز رایت خودشو به چاتسی فرو میکنه و کاور که سونیا با زانو ازش استقبال میکنه و کاور رو به هم میزنه. تو کل مچ سونیا مردخوری طور عمل میکنه و تا میدید فرصت مهیا شده یه کاوری رو تست میکرد. راکل موفق شد تا هانا بام به خودشو به زیالی بزنه و کاور میکنه که بازم سونیا دویل خودشو نخودهاش میکنه و کاور رو به هم میزنه. خودش سری میره زیالی رو کاور میکنه که راکل نمیذاره. راکل میزی رو ستاپ میکنه تا کار سونیا دویل مردخور رو روی میز یکسره کنه که لیو از روی دیواره کنار رینگ روشون میپره و هر صداشون بخش زمین میشن. توی رینگ لیسی و شاتسی با هم درگیر میشن که شاتسی خیلی ساده با اجرای DDT مخصوص خودش کار لیسی رو تموم میکنه و برنده مسابقه معرفی میشه. لیسی ایونتس افتضاح بود. در سروایور سریز شاتسی سر کمربند زنان اسمکداون با راندا راوزی مسابقه خواهد داد. توی بکستیج شاتسی رو با تانکش نشون میدن که اما خیلی صمیمی میاد پیش شاتسی و برای هم نوشابه باز میکنن و اما سراغ متکپ ماس رو از شاتسی میگیره که شاتسی میگه تو روش کراش زدی که اما انکار میکنه و میره. شینا بیزلر سر و کلش پیدا میشه و از طرف راندا براش شاخشونه میکشه که خود راندا هم پشتش ظاهر میشه و شینا گردن شاتسی رو میگیره و زمین گیرش میکنه و راندا میگه پاکسازی در راه روی سبز. با رکوشه صحبت میشه و خبر از این داده میشه که هفته بعد برای ولت کاپ و نمبر وان کانتندری سر کمربند اینترکانتیننتال با مصطفی علی مسابقه خواهد داد که گونتر میاد و یه جوری از رکوشه حمایت کرد که بره مصطفی و رقیباش رو بتره کنه و برنده بشه چون دوست داره که بار دیگه باش مسابقه بده و پوستش رو بکنه. جیندر محال رو نشون میدن که بالا سر کاپو برای خودش خوشحاله که برگشت و میخواد استارت جدیدش رو با بردن کاپو قهرمان کمربند اینترکانتیننتال جدن آغاز کنه که بران استرومن وارد میشه. قبل شروع رسمی مسابقه جیندر بهش حمله میکنه و مسابقه بین این دو آغاز میشه. هندوستان در مقابل آمریکا جیندر محال خشن و سنگین کارش رو شروع میکنه اما در برابر منصر شانسی نداره و از رینگ شوتش میکنه بیرون و حرکت قطاریش رو هم میزنه و با یه پاور بامب توی 2 دقیقه کارش رو تموم میکنه. حریف بعدی بران چه کسی خواهد بود؟ معلوم نشد. لیگادو دل فانتازما بار دیگه حاضر میشن و زلینا وگا با بیفاب مسابقه تک به تک داره که تو ورود هیترو سر و کله وایکینگ ریدرز پیدا میشه و سارا لوگان روی استیج حاضر میشه و میگه ول حالا اینجاست. از پشت وایکینگ ریدرز به همه حمله میکنن و سارا هم به بیفاب حمله میکنه که زلینا پا به فرار میذاره و آدونیس بدبخت پرس میشه و به این شکل ولی حالا ظهور میکنه. میکاپ سارا رو دوست دارم. 100% natural bloodline وارد میشن و مچ کارت های هفته بعد به نمایش گذاشته میشه. حضرت رومن رینز میفرمایند ایندیاناپولیس اگنالج می. میکروفون میفته دست آقا باوشو میگه زمانی که داشتیم با جت شخصی میومدیم توی این جهنم دره من و رئیس قبیله با هم صحبتی داشتیم که تماشاچیان هوش میکنن و پال هیمن ادامه میده ایندیاناپولیس حرکتتون خیلی اوسی نیستا. میدونید چی اوسیه؟ تمام رقابت های ورزشی محشری که در فاکس پخش میشن. شاید مالش برای فاکس میشیم و برای خودشون هم کیک نوشابه ردیف میکنه و فرمون رو میده دست خود رومن و رومن میگه پسر عموی من بودن آسون نیست. تو کل زندگی همیشه منو به خاطر بهترین بودنم تصدیق کردن. رو راست بگم فکر نمیکردم این لحظه برسه اما جیمی جی که برالینگ برودز وارد میشن و نمیذارن رومن جملهشو به پایان برسون و ریج میگه من و بوچ دیگه زخم شدیم از بس که اومدید و با اعداد بازی کردید. میدونید چیه؟ شب شب مبارزه است و ما نیروی پشتیبانی هم داریم که شیمس وارد میشه و میگه رومن رینز که میکروفونش قطعه یه کلمه حرف میزنه دوباره میکروفونش قطع میشه و رومن میزنه زیر خنده که تخمی ترین خنده عمرم رو شنیدم و میگه
بی خیال به سر تو حتی نمیتونی کاری کنی که میکروفونت کار کنه. چی کار میخوای بکنی رفیق؟ که شیمس میگه حل سید میام تو صورت طرفمو میزنم، که درگیری به وجود میاد که بلاد لاین میزننشون، که درو مکینتایر وارد میشه و جیمی تو مسیر میره اون دنیا، و بعد هم جیک بعد رد و بدل چند تا مشت سولو هم میخوابه به کف رینگ، که رومن یه بوت بهش میزنه که شیمس بالا سر رومن ظاهر میشه و دوباره درگیری بین همه شروع میشه و با درگیری شو اسمکداون به اتمام میرسه. این درگیری خبر از یه مسابقه وار گیمز رو به ما داد. امیدوارم از بررسی این شو لذت برده باشید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابان عریضه، و مرسی از بنیامین آزاد بابت حمایت مالی. خشایار ممنونم داداشم، و دمو بی تیکر، بریم صدا تو بشنویم. آقا این چیه؟ اسمکدان چیه؟ بری وایت، این از این ور وایکینگ رایدرز، اون شیمس، اون مکی دایر. مرسی عزیزم، همیشه پر انرژی باشی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید، و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymit.ir/thegame666 دونیت کنید، و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باش. Ha 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 ha!